مقاومت های متغیر دستی که ما خدمت شما عرض می کنیم خودش به چند مدل تقسیم میشه. اصول کاریشون یک حالت هست، اما شکل یا اندازه یا حالا تغییرات ظاهری اونها با هم متفاوت هست. یکی از این مقاومت های دستی عرض کردیم مثل همون ولوم ضرب یا توی بازار به نام پتانسیومتر میشناسن که به این صورت هست که دارای 3 تا پایه و دارای یک پیچ متغیر هست. گفتیم قسمت اول و آخر در واقع کل مقاومت هست و اون قسمت وسطی به عنوان متغیر شناخته خواهد شد. یعنی شما اگر یک مقاومت 5 کیلو اوهمی رو در نظر بگیرید با اوهمتر پایه اول و آخر رو اندازه گیری کنید، مقدار 5 کیلو اوهم رو به شما نشون میده. اگر که به یکی از این پایه ها و پایه وسط متصل کنید، به طور مثال این و وسطی در نظر بگیریم، مقدار مقاومتی که وجود داره رو به ما نشون خواهد. از دیگر مقاومت‌ها، مقاومت‌هایی که با حالت جابجایی هستند. به طور مثال شما یک فن خودرو مثل 405 عادی رو وقتی می‌خواید مقدار اون فن رو تغییر بدید، می‌بینید که به صورت جابجایی این کار انجام خواهد شد با چپ و راست کردن اون مقاومت. در واقع یک مقاومت متغیر هست، اما حالتش مثل پیچ دیگه نیست، بلکه به صورت دستیه. یا اگه یک نوع مقاومت دیگه بخوایم در نظر بگیریم، مقاومتی که در داخل باک وجود داره. شناور باک، شما وقتی که نگاش میکنید میبینید که اون قسمت پلاستیکی وقتی که بالا و پایین میاد با تغییر یک رنج مقاومت، مقدار مقاومت تغییر میکنه، بر اساس همین مقدار مقاومت مقدار جریان داخلش تغییر خواهد کرد و مقدار آمپر بنزین رو به ما نشون میده. نوع دیگه این مقاومت که داریم مقاومت های متغیر غیر دستی هستن، یعنی این که تغییر میکنه مقدار مقاومت، اما دست انسان دیگه در داخلش کاری نداره یا خود انسان در داخلش کم و زیاد شدنش کاری نداره. که این مقاومت های غیر دستی خودش به چندین دسته میتونه تقسیم میشه. میتونه به حالت دما باشه، نور باشه، فشار باشه. که به طور مثال اگه دمایی رو بخوایم در نظر بگیریم، به طور مثال سنسور دمای آب، مقدار دمای آب تغییر خواهد کرد با دمای موتور و شما میتونید این دمای آب رو در داخل پشت آمپر خودتون ببینید. که همین مقاومت های دمایی خودشون به دو دسته تقسیم میشن. PTC مخفف کلمه Positive Temperature Coefficient هست و NTC Negative Temperature Coefficient هست. همین پایین صفحه هم شما میتونید ببینید. یعنی Positive مثبت، Temperature حرارت و Coefficient هم یعنی ضریب، یعنی ضریب حرارتی مثبت. حالا کار به چیز انگلیسیش نداریم. بیایم در مورد اصول کاری صحبت کنیم. PTC نوعی هست که با افزایش دما مقدار مقاومتش هم افزایش پیدا می‌کنه. اگه ما همین روی بردار به شما نشون بدیم، بردار عمودی خودمون رو به عنوان مقاومت و بردار افقی خودمون رو دما قرار، از اینجا هرچی دما شروع میکنه به زیاد شدن، این نوع مقاومت رو بهش میگیم PTC پازیتیف، یعنی مثبت، یعنی مقاومت زیاد میشه، دما زیاد میشه، مقاومت هم در راستاش زیاد میشه. هرچی دما افزایش، مقاومت هم به سمت بالا میره و میبینید که شیب به صورت خط، یعنی یک نواخت به سمت بالا حرکت میکنه. اما در نوع NTC شما زمانی که حرارت ما حرارت کمی هست، این قسمت میشه بگیم که محور صفر هست،
وقتی که مقاومت ما کم است، می‌بینیم مقاومت ما در حد اکثر مقدار خودش قرار گرفته. خب اما زمانی که دما شروع می‌کنه به کم زیاد شدن، از اینجا شروع می‌کنه به زیاد شدن، چون ما اینو به سمت زیاد داریم افزایش می‌دیم، می‌بینید که مقدار مقاومت ما شروع می‌کنه به کم شدن. حالا همینجا بردار براتون بگم، بردار چجوری می‌خونن؟ میان یک خط موازی بردار دما میکشن، یک خط موازی بردار مقاومت میکشن. نقطه‌ای که برخورد میکنه اون نقطه کار ما هست. یا به عبارتی شما اینجا دما مثلا حالا 100 درجه است، میاد به بردار که برخورد میدید، روبروش جایی که مقاومت وجود داره اون اندازه مقاومت رو به ما نشون میده. پس در نهایت نتیجه صحبتمون به این قسمت ختم میشه که در مقاومت‌های PTC با افزایش دما مقاومت هم افزایش پیدا خواهد کرد، اما در مقاومت‌های NTC با زیاد شدن دما مقدار مقاومت ما کم خواهد شد. در حال حاضر در خودرو میتونیم بگیم که اکثر سنسورهای ما از نوع NTC هستند و PTC بسیار بسیار مصرف خیلی پایینی داره، اما میتونیم از مصارفش به طور مثال در سنسور اکسیژن، گرمکن سنسور اکسیژن و یا گرمکن دریچه گاز از اون نام ببریم که حالا در فصل خودشون به توضیحاتش میپردازیم. از خصوصیات حالا متفاوت بین NTC و PTC چند تا اینجا نام بردیم که شما بتونید ببینید. اول اینکه اصول NTC بر اندازه‌گیری دما و اصول PTC برای کنترل جریان الکتریکی هست. گفتیم که مشخصات NTC غیر خطی هست، یعنی به صورت یک خط صاف نیست، ممکنه که کم و بعد یه دفعه زیاد بشه، اما PTC همونجور که دیدیم به صورت یک خط صاف بود. سرعت تغییرات NTC کمتر از PTC است. یعنی اینکه شما اگه حرارت رو یه دفعه زیاد بکنی توی مقاومت‌های PTC تو همون حالت یه دفعه مقاومت زیاد میشه. اما توی NTC اگر شما دما رو یه دفعه زیاد کنی، این نیست که مقاومت به شدت افت کنه، بلکه به صورت یواش یواش این کار براش انجام خواهد شد. یعنی یه مقدار طول میکشه. حالا اینکه میگیم به سرعت یا اینکه به صورت آهسته، ممکنه در چند ثانیه این اتفاق برای شما بیفته. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.